درود دوستان عزیزم در این درس میخوایم با همدیگه فعل ناخ فلسین رو یاد بگیریم یکی که دوستان بود که در کامنت ها پرسیده بودن این فعل در سطح بیتس وایس هستش و به معنی درک کردن هستش که خیلی هم استفاده داره تو زندگی روزمره ناخ فلسین فعل جدا شدنی هستش در اصل ناخ جدا میشه درسته حالت فعل تغنبا هستش ناخ میره آخر جمله در حالت پرزنس ولی استفاده نمیشه معمولا در این حالت حالا بهش میرسیم یعنی من میخوام صرفش کنم برای اول شخص میگم ich ناخ ولی همونطور گفتم استفاده زیاد نمیشه بلکه با فعل کنن بیشتر استفاده میشه چون آدم درک کردن تو فارسی هم میگن دیگه یعنی آدم میتونه یه چیزی رو درک بکنه ما که کسی یه چیزی میگه شما میخواید تاییدش کنید بگید که بله من درک میکنم اصلا طرف داره حالا راجع به موضوعی صحبت میکنه شما میگید که بله من درک میتونم خوب درک کنم شما چی میگید یعنی منظورتون رو متوجه میشم درک میکنم میگید که داس کان ایش گوت داس کان ایش گوت نخفلسین. یعنی من به خوبی میتونم درک کنم این چیزی که تو داری میگی رو حالا برعکسش, برعکسش باشه چی جوری میگی میخوام این که من اصلا نمیتونم درک بکنم این چیزی که طرف داره یا این موضوع رو یا این اتفاق رو نمیتونم درک بکنم میگید که "das kann ich nicht nachvollziehen". "Das kann ich nicht nachvollziehen". "Das kann ich gut nachvollziehen". "Das kann ich nicht nachvollziehen". جملات میخواهم بگم که من رفتار اون مرد یا اون پسره رو نمیتونم درک بکنم. حالا یه رفتاری میکنه که شما نمیتونید درک بکنید که این چرا داره همچین رفتاری انجام میده؟ میگید که ایش کان داین دا فهالتن نیش نخفلسین یعنی رفتار تو رو حالا اگه کسی بود میشد زاین درسته؟ میخوام بگم که من رفتار تو رو درک نمی کنم ایش کن داین فهالتن نیش نخفلسین نیمان کنت ویکلیش نخفلسین واس اتتزشلیش هد جمعه ریزه سخته کردیم حالت نیبن میگم هیچ کسی نتونست واقعا درک کنه بفهمه که اون واقعا چی داشت میگفت اون مرده Niemand konnte wirklich nachvollziehen, was er tatsächlich gesagt hat. این schön میشه inam کم استفاده میشه، همونطور که گفتم بیشتر در حالت ساده با فعل kanen iskandast. یا ja nicht nachvollziehen, بیشتر این حالتی استفاده میشه ولی حالا پرفکتش هم ترکیب از هابن در جای دو جمله است و Partizip II nachvollziehen, mischen nachvollzogen. ich habe یه Verhalten یعنی من رفتار اون خانم رو درک نکردم. حالا لاغو داشت رفتار زننده انجام میداد یا رفتار حالا نامتعارفی انجام میداده شما میگه که من نمیتونستم نمی درک بکنم که این چرا خودش همچی رفتاری نشون داد این مدلی میگن ich habe ihr Verhalten nicht ناخفلسین صفتش هم خیلی استفاده میشه صفت ناخفلسین میشه ناخفلسیبا ناخفلسیبا به جایی که بگم داس کانیش گود ناخفلسین میشه گفتش که داس است ناخفلسیبا داس است ناخفلسیبا همش هم سره هم هسته شا دوستان جمله بعد میگم که این تمرین قابل درکه در از ناخفلسیبا معنی قابل درک بودن رو میده Die Aufgabe ist sehr leicht nachvollziehbar. یعنی yani این تمرین یا این مسئله یا این حالا چیزی که دارید آفگابهی که دارید خیلی درکش آسونه یعنی yani آدم میتونه بفهمه چی جوری انجامش بده. Sein verhalten war این in Ordnung, aber nachvollziehbar. رفتار اون مرده اوکی نبود ولی قابل درک بود. پس شد ناخفلسی با صفت ناخفلسین هستش که هم دو گفتم خیلی استفاده داره حالا به عنوان تمرین شما دوستان میتونید این جمله رو کامل بکنید ایش کن نقطه چین نیشت ناخفلسین شما چه چیزی رو نمیتونید درک بکنید حالا یا اینکه برعکس نیشتش هم میتونید حذف کنید یا چه چیزی رو میتونید درک بکنید اون چیز رو حالا میتونه رفتار کسی باشه موضوعی باشه کاری باشه هر چیزی میتونید تو این در این جای خالی پر بکنید و یه جمله زیبای آلمانی رو بسازید خب امیدوارم دیدن این درس کوتاه لذت برده باشین تا درس های آینده بدرود دوستان من